طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در افغانستان استفاده از مجازات بدنی را در پیش گرفته. مانع تحصیلات عالی زنان شده، در مورد پوشش مردم سخت گیری کرده، باعث محدودیت در اشتغال زنان شده و حضور آنان در جامعه را نیز از جمله در پارک‌ها و سالن‌های ورزشی محدود کرده است و تمامی این موارد را با ادعای اجرای احکام شریعت انجام می‌دهد. همکارم در رابطه با افزایش روند خشونت از سوی طالبان با ادعای عمل به احکام شریعت گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. همزمان با تحکیم بیشتر کنترل گروه طالبان بر مناطق مختلف افغانستان، خبر می‌رسد که این گروه موارد صدور احکام شلاق را در سراسر کشور افزایش داده و احکامی نیز برای سنگسار صادر کرده است. بر اساس گزارش‌های سیستم قضایی تحت کنترل طالبان، از زمان تسلط این گروه بر افغانستان 37 حکم سنگسار از سوی این جریان صادر شده و 587 نفر از جمله 106 زن را در ملأ عام شلاق زدند. در دادگاه‌های طالبان که این احکام صادر شده، 176 نفر به جرایم مختلف متهم شدند. شلاق زدن در ملأ عام که به مدت 2 دهه متوقف شده بود توسط طالبان در 6 نوامبر 2022 مجدداً آغاز شد. چندی پیش دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یونما در گزارشی نسبت به اجرای انواع مجازات بدنی و اعدام از سوی طالبان ابراز نگرانی جدی کرد. سازمان ملل از طالبان خواست که از اجرای حکم اعدام، شلاق و سنگسار و تنبیه بدنی خودداری کنند. بررسی گزارش‌های 3 سال گذشته توسط آمو نشان می‌دهد که بین 21 مارس 2022 تا 21 مارس 2024 298 نفر شلاق خوردند. از 21 مارس 2023 تا 21 مارس 2024 نیز 44 نفر شلاق خوردند و بیش از 240 نفر در سال جاری تا کنون در ملأ عام شلاق خوردند. در میان افرادی که بین 21 مارس 2022 تا 21 مارس 2023 شلاق خوردند، 73 نفر زن بودند. این اتهامات شامل روابط غیر اخلاقی، فرار از خانه و سرقت بوده است. از 21 مارس 2023 تا 21 مارس 2024 6 زن در میان 44 نفری بودند که شلاق خوردند. در 4 می 2023 دادگاه عالی طالبان 175 حکم قصاص، 37 حکم سنگسار و 4 حکم تخریب دیوار را صادر کرد که نوعی مجازات بدنی برای متهمان به لواط است. دادگاه اعلام کرد که این مجازات های بدنی را طبق احکام شرعی اجرا کرده است. با وجود محکومیت گسترده بین المللی، اعمال تنبیه بدنی همچنان ادامه دارد. فعالان حقوق بشر اقدامات طالبان را محکوم کرده و گفتند که رفتار طالبان با شهروندان خود ظالمانه است. سیما نوری، فعال حقوق بشر در این زمینه گفته است این کشور خواسته های خود را با تفسیری افراطی از اسلام به شهروندان تحمیل می کند. نگرانی شهروندان در مورد رفتار طالبان در حال افزایش است و طالبان هیچ تلاشی برای تغییر در سیاست های خود انجام نداده و به شلاق زدن مردان و زنان در ملأ عام ادامه می دهد. یک شهروند کابل که خواست نامش فاش نشود، گفت که جهان نباید ساکت بماند. برخی از ساکنان افغانستان با ابراز ناامیدی گفتند طالبان میادین ورزشی را به میدان شلاق تبدیل کرده و ما از سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهیم که در برابر این همه ظلم طالبان سکوت نکنند. از زمان به دست گرفتن مجدد قدرت، طالبان مجازات‌های بدنی شدیدی را با ادعای مطابقت آن با قوانین شرعی اعمال کرده که خشم بین المللی و داخلی را برانگیخته است. گفتنی است که آیت الله العظمی شیرازی چندی پیش در یکی از نشست‌های علمی تأکید فرمودند اجرای حدود
نبایستی موجب نفرت مردم شود. در غیر این صورت اجرای آن جایز نیست و این شرط اجرای حدود است و علاوه بر آن از مسلمات است که در سیره رسول اکرم و امیرالمومنین بوده است و شامل هر حدی در هر جا و هر زمان می باشد. از شیخ قاسم رجبیان، کارشناس دینی از شهر مقدس کربلا، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. حاج آقا سلام و عرض ادب دارم خدمتون. آقای رجبیان، با توجه به بیانات آیت الله العظمى شیرازی و آموزه های اسلام علوی، آیا آنچه که امروز توسط طالبان انجام میشه با اسلام واقعی تناسب داره؟ بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. از باید ببینیم که آخه این مشکل طالبان اولی نیست و آخری نخواهد. اینها از مظلات فتن زمان غیبت امام معصوم علیه السلام. در مورد حدود، محقق هلی در شرایع 6 مورد از جرائمی که حدود رو برای اون میشه اجرا کرد آورده که عرض شود که شهید ثانی 2 مورد به اون اضافه کردن، در نهایت آیت الله خویی 8 مورد دیگه که جمعاً 16 مورد میشه. اما اصل مسئله اجرای اونه. اجرای ما وقتی که به اون تاریخ و روایات رجوع کنیم میبینیم که مسئله حدود بیشتر یک جنبه تشریفاتی و یک جنبه این که مردم به اون دست از مردمی که در صراط مستقیم نیستن آن سرخود باشن به سمت صراط مستقیم سوق داده بشه. در تاریخ و سیره اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام میبینیم بارها روایاتی هست که کسانی که کاری میکردن که حد باید برشون جاری میشد، اما امام معصوم علیه السلام یا حتی پیامبر مکرم اسلام حد رو اجرا نمیکردن. روایتی هست که روایات زیادی هست. یک روایت هست که صاحب جواهر ادعا کرده که اجماع فقهایی که اجرای حدود رو در زمان غیبت جایز نمیدونن تمسک به این روایت کردن که میفرمایند که لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا به امام، به خاطر اینکه امام معصوم، یعنی از باب منقول تبعه قرآن که میفرمایند که قرآن رو اون کسی میفهمه که مورد خطاب واقع شده، ائمه اطهار علیهم السلام اجرا نمی کردن. و حتی ما برخی از فقهایی که قائل به این مسئله هستن قائلن که باید شخصی باشه که یا از طرف خدای تعالی مأمور به این کار شده باشه، که یعنی 14 معصوم علیهم السلام، ائمه اطهار علیهم السلام، یا شخصی که مستقیم از طرف 14 معصوم و امام علیه السلام بر این کار گمارده شده باشه. و فرقی هم نمی کنه در زمان غیبت و یا حضور امام، اما چیزی که هست در زمان غیبت اصلا قابل اجرا نیست. یعنی ما نمیتونیم اینو متصور نیست که کسی از طرف امام علیه السلام در زمان غیبت مأمور به این کار شده باشه و بخواد این کار رو انجام بده. لذا اونچه که در دین اهل بیت عصمت و طهارت از وجود شریف پیامبر مکرم اسلام تا خود تک تک اهل بیت عصمت و طهارت و امروز فقها جامع مشترائتی همچون آیت الله العظمى شیرازی قائل به اون هستند و در کل و در همه موارد حتی مردمن، مردم، رفاه مردم، آسایش مردم، این که این عمل همونطوری که آیت الله العظمى شیرازی فرمودند باعث نفرت مردم نشه، مخصوصا غیر مسلمان ها. به هر حال مسائلی هست که باید رعایت بشه و این کسی غیر از امام معصوم نمیدونه و نمیتونه. و این روایت هم همین که صاحب جواهر هم آورده و فرموده که فقها به همین تمسک دارن، این یکی از اون روایاتی است که تمسک دارن که وقتی فرمودند که لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه، هم حکم در وقتی که ما در کشورهای اسلامی که تعدادشون هم کم نیست، همین اطراف خودمون، حالا نزدیک دور هرچه، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب اسمشون اسلامیه و نمیتونن، یعنی نمیتونن، اگه بخوان هم نمیتونن، و
در کشورهای اسلامی میبینیم که مسجد هست، کاباره هم هست. نمیشه، یعنی این نمیشه اسمش رو اسلام گذاشت. لذا میفرمایند که لا یصلح الحکم، حتی حکم این مخصوص امام معصومه، چون قدرتی میخواد برای اجرای این حکمهای اسلامی که در عین اینکه اجرا میشه به کسی ظلم نشه. حتی مثلا در مورد جمع آوری زکات، روایات که وجود داره، پیامبر مکرم اسلام افرادی رو که میفرستادن که زکات رو جمع کنن توصیه میکردن که حتی اگر به دروغ بگن ما نداریم، فشاری بهشون نیارید، اجباری بهشون نکنید. جبر و اکراه و فشار و اینجور مسائل در دین مقدس اسلام جایی نداره. ولیکن طالبان همونطور که عرض کردم اولین نبوده و آخرین هم نخواهد بود، انشاءالله که با ظهور مبعوث و سرور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله مشکل هم انشاءالله. با تشکر از شیخ قاسم رجبیان، کارشناس دین از شهر مقدس کربلا، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.